به همین خاطر خمینی جنگ با عراق را موهبت بزرگ الهی اعلام کرد. نمونه دیگر کارزار شیطانسازی و دادن آدرس تسلیحات موهوم کشتار جمعی عراق در قرارگاه های مجاهدین بود که در گذشته راجع به آن بارها صحبت کرده ایم. رژیم جنگ طلب آخوندی با دادن اطلاعات گمراه کننده و دروغ درباره تسلیحات کشتار جمعی عراق از طریق مزدوران و جاسوسانش نقش بسزایی در برانگیختن جنگ ایفا کرد. اما وقتی نوبت به خودش و افشای مراکز تأسیسات واقعی که برای ساختن بمب اتمی دایر کرده بود رسید، وقتی خطر روبرو شدن با عواقب آن را احساس کرد، به ناگهان آخوندهای جنگ طلب به کلی مسالمت جو و صلح طلب شدند و به دامن جنبش جهانی صلح آویختند. و اکنون استفاده ابزاری از جنبش جهانی صلح طلبی را بنگرید که آخوندها میخواهند آن را به جنبش صلح و سازش با فاشیسم مذهبی تبدیل کنند. عجبا کسانی که درآمد و حتی موجودیتشان مدیون جنگ 8 ساله و جنگ در کویت و افغانستان و عراق است، کسانی که شعار رسمی آنها و امام ملعون راحلشان جنگ جنگ تا پیروزی و جنگ تا رفع فتنه از عالم بود، همانها که با سیلی از اطلاعات دروغ و گمراه کننده